یک هفته پس از عقب نشینی حامیان روسیه از شهر اسلوویانسک، خیابان‌های این شهر همچنان شبیه میدان جنگ است. گزارشگر یورونیوز در تاریکی شب با گروهی از نیروهای پلیس غیر رسمی که در شرق اوکراین فعالند همراه شد تا با کار آنها آشنا شود. این گروه متشکل از دسته ای از معترضان به دولت قبلی اوکراین است که توسط وزارت کشور برای تأمین امنیت در شرق فراخوانده شدند. یکی از این افراد میگوید هیچ وقت در ارتش نبودم و برای پلیس کار نکرده بودم، اما لحظه ای رسید که باید انتخاب میکردیم. نمیدانم، شاید این به نوعی حس میهن پرستی است. شنبه ی هفته گذشته نیروهای ارتش اوکراین توانستند پس از بمباران اسلوویانسک شبه نظامیان حامی روسیه را مجبور به عقب نشینی از این شهر کنند. او میگوید ما حتی با نیروهای پلیسی که در زمان اعتراض ها به دولت قبلی ما را سرکوب میکردند در یک اقامتگاه زندگی میکنیم. هنوز برق بخشایی از منطقه اسلوویانسک که قطع است و مردم شهر شبها را باید در تاریکی سپری کنند. نبود برق به سارقان فرصت خوبی داده تا از تاریکی شب استفاده کنند. همین مسئله به ناامنی در این منطقه بیش از گذشته دامن زده است. یکی از ساکنان اسلوویانسک میگوید سارقان حتی به کابل‌های برق رحم نمی‌کنند. در شبها روشنایی و امنیت نداریم. حتی با حضور محافظ ها هم وضعیت خطرناک است. شهر 100 هزار نفری اسلوویانسک اگرچه به بزرگی لوهانسک و دونتسک نیست، اما از نظر نظامی برای شبه نظامیان حامی روسیه اهمیت زیادی داشت.